فصل نهم حقیقت اجتناب شده مقدس باشید زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید ابرانیان دوازده چارده ادهی کمی را می شناسم که فکر می کنن تقدس امری احمقانه است وقتی کسی با چیزی واقعی روبرو رو می شود دیگر تقدس امری مقاومت ناپذیر می شود سی اس لویس تقدس این واژه را به کار ببرید و تماشا کنید که مردم چطور با شنیدنش عقب عقب می روند و به سرعت موضوع بحث را عوض می کنند. از دید بسیاری این واژه اطروبوی بدی دارد زیرا واژه ملایم و قشنگ نیست و باعث دلسردی در زندگی می شود. بسیاری از افراد اغلب آن را معادل به دست آوردن نجات به واسطه اعمال می دانند یا به نوعی آن را جنبه ای از شریعت گرایی محسوب می کنند. وقتی بحث تقدس به میان می آید اغلب میشنوید که با اعتراض میگویند من آزادم و در فیض خدا زندگی می کنم، سعی نکن مرا دوباره زیر یوغ شریعت بکشانی اما تقدس عهد جدید کمترین ارتباطی با اعمال شریعت و قانونگرایی ندارد در واقع تقدس یک روش عالی برای زندگی است که در اکثر سطوح مطلوب و پسندیده است اما در عصر ما بدون شک این واژه سوء تفاهم گسترده ای روبروست چرا دربارش حرف نمیزنیم؟ چرا اکثر فرزندان خدا از بحث درباره تقدس اجتناب میکنند؟ در حالی که معکدا به ما گفته شده مقدس باشید زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید متوجه دستوری بودن این عبارت شدید مقدس نبودن به معنای ندیدن خداست به نظر من که شایسته است تمام توجه خود را به آن معطوف نماییم شما چطور فکر می کنید؟ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیرید من شهروند این کشورم و او رهبر ملی ماست من با او رابطه ای دارم رابطه ای من این است که تحت قدرت حکرانی او قرار دارم و درست همانند 320 میلیون آمریکایی دیگر تصمیمات او بر زندگی من اثر میگذارد اما علیرغم این رابطه که با رئیس جمهور دارم تا به امروز افتخار ملاقات شخصی با او را نداشتم در واقع در طول این پنجاه اندی سال به عنوان یک آمریکایی هرگز شخصا هیچ کدام از رؤسای جمهوریمان را ملاقات نکردم از طرف دیگر آمریکایی هایی هم هستند که به طور معمول رئیس جمهور را میبینند آنها دوستان او هستند یا ارتباط کاری نزدیکی با او دارند در غیر این صورت این مرد داخل کاخ سفید را بهتر و بیشتر از من نمیشناسند. مشابه همین میلیونها ها مسیحی وجود دارند که تحت حکمرانی ایسای مسیح هستند. آنها او را پادشاه خود خطاب می کنند. او از آنها حفاظت کرده نیازهایشان را برطرف کرده درخواستهایشان را اجابت می کند و دوستشان دارد. اما سؤال این است که آیا آنها او را می بینند؟ به بیان دیگر آیا حضور را او را تجربه می کنند؟ بر طبق کتاب مقدس همه ما باید این حضور را تجربه کنیم کتاب ابرانیا میفرماید ما قادر به دیدن عیسی هستیم پولس این امتیاز را با تفصیل بیشتری توضیح می دهد و همه ما که با چهره بی هجاب جلال خداوند را چنان که در آینه می نگریم به صورت همان تصویر از جلال به جلالی فوزونتر دگرگون می شویم و این از خداوند سرچشمه میگیرد که روح است دوم قرنتیان 3 جلال خداوند عبارتی است که اغلب مورد بدفهمی واقع شده و امروزه به طور معمول از آن استفاده نمی کنیم ما بیشتر دوست داریم بگوییم عظمت خداوند به زبان امروزی پولس میگوید همه ما با چهره بدون نقاب می توانیم عظمت خداوند را ببینیم عیسی نیز از کسانی سخن میگوید که او را دیده و یا حضور را او را تجربه خواهند کرد اینها عینا کلمات خود او در شام آخرند پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید اما شما خواهید دید و چون من زنده ام شما نیز خواهید زیست یوحنا 14 19 در اینجا دو حقیقت مهم وجود دارد نخست که یکی از جنبه های واقعی مسیحیت دیدن ایساست دوم اینکه ما قادریم او را به شکلی مشاهده نماییم که دنیا قادر به انجام آن نیست چرا دیدن خدا مهم است دلیل اولین است که درست مثل رئیس جمهور اگر او را نبینیم طبیعتا او را نخواهیم شناخت و تنها میتوانیم چیزهایی درباره او بدانیم. دلیل دومی هم وجود دارد که به اندازه اولی مهم است. بدون دیدن او نمی توانیم تغییر کرده و به شباهت او تغییر شکل دهیم. پولس در همین آیه که نقل کردیم اشاره می کند کسانی که خداوند را می بینند به صورت همان تصویر از جلالی به جلال فوزونتر دگرگون می شدند. دگرگونی و تغییر شکل در زندگی ایماندار حیاتی است. آیا با کسی مواجه شده اید که ادعا کند ایسای مسیح را میشناسد و این را تقریبا همه جا بگوید اما طوری زندگی کند که گویی او را هرگز ملاقات نکرده باشد؟ چرا چنین است؟ پاسخ ساده است. چون این شخص در مسیر دگرگونی نیست این افراد به شباهت خداوند تبدیل نشدند بولس نبوت کرده که در زمان ما سختی های زیادی خواهد بود جالب است که او می نویسد این دوران پرفشار مانند دوران او نتیجه جفا به خاطر ایمان ما نیست بلکه از جانب مسیحیان مدعی است که کلام خدا را نگه نمی دارند. آنها هنوز طوری رفتار می کنند که انگار رابطه با خدا ندارند. آنها هنوز طوری رفتار می کنند که نشان می دهد رابطه با خدا ندارند. آنها هنوز خود پره از پول دوست، نافرمان به والدین، ناسپاس، بی آتفه، بی گذشت، شهرت طلب، بی وفا و خیانتکار هستند و لذت را بیشتر از خدا دوست دارند. این فهرست می تواند همچنان ادامه داشته باشد. پولس به روشنه این گوید هر چند صورت ظاهر دینداری را دارند منکر قدرت آن خواهند بود. قدرتی که آنها منکرش هستند توانایی فیض خدا در تبدیل ماست و هسته مرکزی مسیحیت راستین می باشد. در ترجمه دیگری آمده رفتار آنان عدم اصالت ادعایشان را آشکار می سازد. این ایمانداران اسمی فریب خوردند زیرا با وجود اینکه همواره تعلیم می گیرند هرگز به شناخت حقیقت نتوانند رسید. همانطور که پیشتر گفتم مشکلی بزرگ در ارتباط با فریب وجود دارد در واقع فریب گمراه کننده است می توانیم از صمیم قلب باور داشته باشیم که رابطه ایمان با خدا خوب است در حالی که به واقع چنین نیست بسیاری از چنین ایماندارانی در کلیسا و کنفرانس ها جلسات پرستشی و مدرسه کتاب مقدس شرکت می کنند آنها عاشق آموختن هستند اما هیچ تغییری در رفتار و شخصیتشان رخ نمی دهد. خلاصه کلام این خلاصه کلام است. تنها کسانی که در تقدس گام بر می دارند می توانند خدا را دیده و به حضور او وارد شوند. ایسا نمی توانست واضح تر از این مطلب را برای ما روشن سازد. پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید اما شما خواهید دید و چون من زنده ام شما نیز خواهید زیست آنکه احکام مرا دارد و از آنها پیروی می کند اوست که مرا دوست می دارد با آنکه مرا دوست می دارد پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را بر او ظاهر خواهم ساخت یوحنا چارده نوزده و 21 واژه ظاهر ساختن اینگونه معنا شده آشکار ساختن گواهی برای چشم، درک کردن، آشکارا و علنی نشان دادن. فرهنگ کامل پژوهشی لغات، واژه زورا چنین تعریف می کند. هویدا ساختن، موجب دیده شدن، نشان دادن. این فرهنگ ادامه داده و به طور خاص می گوید، از نظر یک شخص به این معناست که او اجازه می دهد که از نزدیک و به شکلی سمیمانه شناخته و درک شود. عیسی میگوید تنها بر کسانی که فرامین او را نگاه میدارند خود را آشکار خواهد ساخت آنها کسانی خواهند بود که او را میبینند کسانی که وارد حضور او شده و به این شکل قادر به شناخت صمیمانه او میشوند این افتخار به همه ایمانداران داده نشده بلکه تنها به کسانی که به دنبال اطاعت از کلام او و تقدس هستند در سال 1980 از من خواستند تا میزبان شبان ارشد یکی از بزرگترین کلیساهای جهان باشم نام او دکتر دیوید یانگی چو و از کشور کره جنوبی بود در آن زمان 750 هزار نفر عضو کلیسای ایشان بودند یکی از مسئولیت های من در میزبانی ایشان در کلیسای من در آمریکا رساندن ایشان از هتل به کلیسا بود من تازه چند سالی می شد که ایمان آورده بودم و به شدت تحت تاثیر افتخاری بودم که نصیبم شده بود. دکتر چو با حدود پانزده تاجر موفق از کلیسایش به این سفر آمده بود. سرپرست این گروه روز جلسه به من نزدیک شد و گفت آقای بیور آیا شما کسی هستید که دکتر چو را امروز به جلسه می آورند؟ درست است؟ جواب دادم بله آقا. او با نگاهی جدی خیره نگاه هم کرد و گفت آقای بیور میخواهم مطلب مهمی را با شما در میان بگذارم اول و مهمتر از همه این که با دکتر چو در طول رساندن ایشان به جلسه صحبت نکنید ایشان دوست ندارند قبل از خدمتشان صحبت کنند این تنها دستوری نبود که او به من داد اما بالاترین اولویت را در فهرست او داشت آن شب به هتل رفتم و در اتومبیل منتظر ماندم تا مردی که همراه دکتر چو به سفر آمده بود در ماشین را باز کرد دکتر چو سوار شد و در صندلی جلو کنار من نشست و حضور خدا اتومبیل را پرساخت. این حضور بسیار شدید بود، شکوه، جلال و محبت خدا کاملا حقیقی و واضح بود. همانطور که میراندم اشک از چشمانم جاری بود. هر چند زیاد اهل گریه کردن نیستم. در نیمه راه به سالن کنفرانس بودیم که پشت چرا قرمز متوقف شدیم و من نتوانستم بیش از این تحمل کنم. کاری را کردم که دستیار او گفته بود انجام ندهم و با کمال احترام به مهمانم گفتم دکتر چو حضور خدا در ماشین است او نگاهی به من کرد و گفت بله میدانم من وقت زیادی را با این مرد خدا در طول سفرش گذراندم با هم گلف بازی کردیم او را به ملاقاتها و کارهای دیگرش رساندم با او غذا خوردم او را از فرودگاه آوردم و به آنجا رساندم در هر شرایطی چه جلوی چشم عموم بودیم چه نه دکتر چو در منش و رفتارشان بسیار صادق محترم و فروتن بودند ساعتهایی که او هر روز با خدا صرف میکرد توجه مرا به خود جلب میکرد کاملا واضح بود که چرا حضور خدا در زندگی او تا این حد نیرومند بود او حقیقتا به دنبال تبعیت از کلام عیسی بود من اغلب در جلسات در طول دعا زمانی که کلام میخواندم یا صرفا دنبال کارهای روزانه هم بودم چنین حضوری را تجربه کردم درک می کنم که چرا موسی به خاطر چنین حضوری همه چیز را ترک کرد دوره هایی در زندگی هم بوده که حضور خدا به خاطر آنکه از کلام او اطاعت نکردم کاملا دور از دسترس بوده زمانهایی بوده که وسط آزمایش ها و سختی ها قرار داشتم. میدانم که آزمایش های ناپذیرند اما می توانم جلوی اتفاق اول را بگیرم و حضور خدا را از دست ندهم. ظاهر ساختن تنها به معنای دیدن نیست بلکه تمام آنچه که با اوس را نیز در بر میگیرد. ظاهر ساختن به معنایی از قلم رو به نادیدنی به قلم رو به دیدنی کشاندن از ناشنیدنی به شنیدنی آوردن و از ناشناخته به شناخ رساندن است در اصل بدین معناست که خدا خود را بر فکر و حواس ما میشناساند او درک دانش بصیرتی کامل و ژرف از خودش و راههایش میبخشد نویسنده رساله به عبرانیان این افتخار و امتیاز را چنین توصیف میکند آنان که یک بار منور گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را چشیدند و در روح القدس سهیم شدند ابرانیان 6.4 هرچند حضور او برای تمام فرزندان خدا در دسترس است اما تنها کسانی که از کلام او اطاعت می کنند و در تقدس واقعی راه می روند از این امتیاز بهره مند می گردند پولس واژگان رسای خدا به موسی را نقل قول می کند. این بیان حقیقتی تغییر ناپذیر است که نه فقط تمام طول عهد عتیق را در بر میگیرد بلکه شامل عهد جدید هم می شود. این فرمان خطاب به کسانی است که از قبل متعلق به اویند. پس خداوند میگوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید. هیچ چیز نجس را لمس مکنید و من شما را خواهم پذیرفت دوم قرنتیان شش کاملا واضح است اینکه خدا ما را به حضورش بپذیرد امری شرطی است نه خود به خودی بیش از آنکه اجازه شرفیابی به حضور او به ما عطا شود باید خواستش را به انجام رسانیم نوشته پولس کاملا همراستا با گفته های است در ترجمه دیگری از این آیه چنین آمده خداوند میفرماید فساد و گمراهی و سازش با دنیا را به خاطر نیکویی ترک گویید با کسانی در هم نیامیزید که شما را آلوده میسازند من همه شما را برای خود میخواهم بولس در ادامه نشان میدهد که پاسخ شایسته ما به دعوت خدا چگونه است پس ای عزیزان حال که این وعده ها از آن ماست بیایید خود را از هر ناپاکی جسم و روح بزداییم و با ترس از خدا تقدس را به کمال رسانیم دوم قرنتیان هفت یک بار دیگر در میابیم که هدف از دنبال کردن تقدس راستین این است که ما افتخار یافته ایم تا وارد حضور آشکار شده خدا شویم. اتمسفر یا حضور با دیدن این نقل قول های عهد جدید از رسولان عیسی و خدای پدر باید از خود بپرسیم چرا این جنبه عهد جدید در مباحث و تفکرات زیاد مهم نیست و از آن به فراوانی سخن به میان نیامده است آیا ممکن است دشمن نقشه هوشمندانه ای تحریخته باشد تا ما را تشویق به پذیرش نجات آری از تقدس راستین نماید که ما نمی شود خدا را ببینیم و در نتیجه آن دگرگونی و تغییر شکل ما را غیر ممکن می سازد؟ این نقشه گرانه دشمن نه فقط در سطح فردی تحقق یافته بلکه می توان بروز آن را در سطح جمعی نیز شاهد بود مگر نه اینکه ما در جلساتمان حضور خدا را با اتمسفر و جو روحانی جایگزین کرده ایم یکی از پیشرفت کلیسایی در 20 سال گذشته خلق اتمسفری بهتر در جلسات پرستشی است. سالها پیش وقتی به کلیسای سنتی وارد می شدی، اغلب با ساختمانی نامرغوب، دکوراسیون از مد افتاده و جلساتی که سالت بار روبرو می شدی. موسیقی ها ملالاور و دعف کننده، پیغام ها عجیب و گاهی بی مناسبت بودند. و اگر اقراق نکنیم، باید بگوییم لباس هایمان هم خیلی از مد افتاده بودند. به وجه اجازه رقص و دست زدن یا هیچ حرکتی با موسیقی پرستشی نداشتیم و مادامی که پیغام داده میشد با این عبارت همراه بود در نام خداوند اگر بخوایم صادق باشیم نسبت به جامعه مانند یک وصله کاملا ناجور بودیم البته جست گریخته استثناهایی هم وجود داشت اما این روند در چند دهه پیش معمول بود ما به خاطر رهبری حکیمانه این الگو را تغییر دادیم اکنون موسیقی های فوق العاده می شوند که به قایت الهام بخش و مناسب هستند ما ساختمان کلیساهای ما را طوری طراحی کردیم که راحت هستند و نور و صدا به شکلی هنرمندانه ارائه می شوند جلسات ما فشرده و مناسب هستند و چیزهای نظیر محوطه تفریحی و سالن مخصوص بچه ها و نوجوانان ایجاد کرده ایم. امروز سالن ورودی اکثر کلیساها کافی شاپ و یک نشیمن بسیار شیک جهت ملاقات ها و گفتگوهای افراد و یک کتاب فروشی مجهز دارند ما جلسات من را طوری اداره می کنیم که برای بی ایمانان آزار دهنده نباشد. به زبان ساده ما جو و اتمسفری عالی در ملاقات ها و جلسات من ایجاد کرده ایم و من باور دارم که خدا به خاطر این چیزهای عالی خوشنود است. اما آیا این چیزهای ظاهری و بیرونی نهایت هدف ما هستند؟ اتمسفر به عنوان مقدمه برای آنچه که در اصل مهم است یعنی حضور خدا چیز خوبی است. اتمسفر را انسان ایجاد می کند. هالیوود، لاس وگاس، دیسنی، برادوی و دیگر بخش های سنت سرگرمی استاد برانگیختن احساسات هستند. آیا ما روش های آنان را به آریه گرفتیم؟ آیا صرفاً از اینکه بتوانیم احساسات شرکت کنندگان در جلسات را برانگیزانیم راضی هستیم؟ آیا حضور حقیقی خدا کلیساهای ما را پر می سازد؟ یا فقط در قلمرو مسیحیت همان کارهایی را می کنیم که دیگران در جاهای دیگر به مراتب بهتر از ما انجام میدهند؟ این حقیقتی است که باید به آن توجه کنیم. برای عوض شدن به حضور او احتیاج داریم. آیا به همین علت است که افرادی که درباره مسیحیت هیجان و اشتیاق دارند عاشق پرستشند و همچنان به یاد گرفتن ادامه می دهند اما هیچ دگرگونی و تغییری در آنها رخ نمی دهد؟ اگر چنین است عواقع به این کار بسیار پرهزینه است این افراد به شباهت عیسی تبدیل نمی شوند سالها پیش ما با اتمسفر بد کنار می آمدیم اما به یاد می آورم که اغلب در جلسات از حضور شگفتانگیز خدا پر می شدیم نمی توانم بگویم که این اتفاق همیشه چطور روی می داد اما می توانم بگویم که من حقیقتا عوض شدم اکنون سؤال این است که چرا ما نمی توانیم هم اتمسفر را داشته باشیم و هم حضور خدا را ما مجبور به گزینش یکی نیستیم با این وجود برای داشتن حضور خدا باید به دنبال تقدس باشیم از سوی دیگر نقشه هوشمندانه دشمن است که طرحش مسیحیتی جدا شده از تقدس است تا انجیل عیسی مسیح را برای بسیاری از گمشدگان مذهبی بی قدرت جلوه دهد و بدین ترتیب پیروان مسیح را غیر جذاب جلوه دهد در حالی که زندگی با مسیح در واقع مسهور کننده ترین زندگی ممکن است تقدس چیست؟ تقدس واقعی چیست؟ واژه یونانی برای تقدس هجیوس است فرهنگ لغات سایر این واژه را چنین تعریف می کند جدا شده برای خدا منحصرا متعلق به خدا بودن در پرتو این معانی اجازه دهید کلام خدا را بار دیگر نقل کنم پس خداوند میگوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید هیچ چیز نجس را لمس مکنید و من شما را خواهم پذیرفت دوم قرنتیان 6 17. آن اوایل که من و لیزا ازدواج کرده بودیم اون منحصرا متعلق به من و من نیز منحصرا متعلق به او شدم او خود را تسلیم من کرد تا برای من زندگی کند. درست همان کاری که من انجام دادم. بیش از ملاقات و ازدواج با لیزا من هیچ جایگاهی در آرزوها و خواستههای های او نداشتم. در واقع اصلا او را نمیشناختم. لیزا مبلمان تیره، دیدن مسابقات ورزشی، برخی از فیلم ها، گوش دادن به موسیقی جاز یا بندهای بزرگ موسیقی، خوردن سس هزار جزیره و برخی چیزهای دیگر را دوست نداشت. برعکس من اکثرا این چیزها را دوست داشتم با این وجود وقتی ازدواج کردیم من از این چیزها اجتناب کردم چون میدانستم باعث خوشنودی او نیستند چیزهای فراوان دیگری وجود دارند که ما هر دو میتوانیم از آنها لذت ببریم مهمتر از همه اینها من هموار خودم را از رابطه ناشایست با دیگر زنان دور نگه میدارم پیش از ازدواجمان دوستان بسیاری داشتم که بسیاری از آنها زن بودند و طبیعی بود که بخواهم با آنها باشم و حتی با آن دخترها قرار بگذارم اما روزی که به لیزا بله گفتم روزی بود که رابطه من با آن دختران برای همیشه تغییر کرد به طور خلاصه من عاشقانه لیزا را دوست دارم حال برایم زندگی کردم برای خواسته های او به جای خواسته های خودم لذت بخش است من شوهرانی را دیدم که کمترین احترامی برای خواسته های همسرشان قائل نیستند آنها خودخواهانه فکر می کنند شاید عملا ازدواج کرده باشند اما رابطه صمیمانه و نزدیک را تجربه نمی کنند وقتی ما وارد عهد ازدواج می شویم تعهد می کنیم باقی عمرمان را در خدمت به یکدیگر زندگی کنیم در یک ازدواج خوب هیچ جایی برای خودخواهی وجود ندارد ما نیز پیش از آن که وارد رابطه متحدانه با عیسی شویم متعلق به این دنیا بودیم و دنیا نیز ما را دوست داشت کاملا طبیعی است که آن زمان انگیزه ما زندگی ما هوای نفس و هوسهای چشم بود ما به دنبال مقام و شهرت و هر چیزی بودیم که غرور و خودخواهی ما را ارضا می کرد اکنون که با عیسی زندگی کرده و وارد رابطه با او شده ایم باید صادقانه از خود بپرسیم که آیا برای خودمان زندگی می یا برای او به لحاظ حقوقی ممکن است با او در ارتباط باشیم اما صمیمیت و رابطه واقعی با او را تجربه نمی کنیم و این هیچ فرقی با شوهری ندارد که هنوز با خودخواهی در ازدواجش زندگی می کند پولس می نویسد و به خاطر همه مرد تا زندگان دیگر نه برای خود بلکه برای آن کسیز کنند که به خاطرشان مرد و برخواست دوم قرنتیان 515 این تنها راه تجربه رابطه سالم با اوست اگر رفتارهایی را که یعقوب به عنوان ارتکاب زنا با دنیا تعریف می کند بررسی نماییم در میابیم که موضوع صحبت او ایماندارانی هستند که به زندگی خودخواهانه خود بازگشتند اما اگر شما حسود و تنخو و خودخواه هستید از آن فخر نکنید و بر خلاف حقیقت دروغ نگویید این حکمت از عالم بالا نیست این حکمتی است دنیوی نفسانی و شیطانی چون هر جا حسد و خودخواهی هست در آنجا بینظمی و شرارت هست علت نزاها و دعواهایی که در میان شما وجود دارد چیست آیا علت آنها خواهش های نفسانی شما نیست؟ خواهش هایی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟ شما در حسرت چیزهایی هستید که ندارید برای آن حاضری دیگران را بکشید حسد میورزید ولی نمی توانید آنچه را که میخواهید به دست آورید پس با یکدیگر به جنگ و نظام میپردازید. پردازید شما آنچه را که میخواهید ندارید چون آن را از خدا نخواستید اگر از خدا هم بخواهید دیگر حاجت شما برآورده نمی شود چون با نیت بد و به منظور ارزای حوثهای خودان را می تلبید. ای مردمان خاطی و بیوفا آیا نمیدانید دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد خود را دشمن خدا می گرداند؟ یعقوب 3 14 تا 16 و 4 1 تا 4 دقت کردید که واژه خودخواهی چندین بار در این آیه به کار رفته یعقوب به این دلیل عبارت خودخواهی را استفاده می کند چون دو نوع الگوی رفتاری وجود دارد گرفتن و دادن همین و بس گرفتن خودخواهانه دنیوی و بیوفایی نسبت به خداست ایماندارانی که بر اساس این الگو زندگی می کنند به عنوان زناکار شناخته می شوند. فرامین ایسا در این الگو در اولویت زندگی افراد جایی ندارد بلکه آنچه من می خواهم در صدر فهرست قرار گرفته است. دنیا روی پاشنه خودخواهی می گردد و بنابراین ایماندارانی که خودخواه هستند نامقدسند. چنین ایماندارانی خود را وقف خدا نکردند و رفتار و سلوکشان مبتنی بر خود است بنابراین آنها به وسیله هوای نفس و خواهش های چشم و به دست آوردن مقام و منزلت و شهرت به سادگی اقوا می شوند انگیزه پشت گناه خودخواهی است کسی که دزدی می کند این کار را برای خودش می کند کسی که دروغ می گوید، برای حفاظت یا منفعت خود این کار را می کند. مردی که نسبت به همسرش خیانت کرده و مرتکب زنا می شود به جای همسر و فرزندانش شهوت و های خودش را در نظر گرفته کسی که قتل می کند به خاطر خودش این کار را می کند کسی که از اولیای امور اطاعت نمی کند این کار را می کند چون باور دارد خودش بهتر می داند و بهترین را برای خودش می خواهد. کسی که به دنبال محبوبیت و شهرت است به دنبال ارزای غرور و تسکین عدم اعتماد به نفس خیش است در آن ماجرا که من فوتبال تماشا می کردم و از کلام خدا نااطاعتی کرده و تلویزیون را برای دعا خاموش نکردم این کار را به خاطر خودم کردم طبیعتی تازه شهروندان این جهان اسیر چنین رفتاری هستند زیرا تحت کنترل خواسته و تمایلات نفسانی و خودخواهانه هستند اما ایمانداران از این بردگی و اسارت آزاد شدند در این رابطه رومیان 6 11 تا 14 را ببینید به سر به راستی ما را آزاد ساخته است خدا در عهد عتیق به قومش گفته بود که گناه نکنند اما آنها نمی توانستند اطاعت کنند چرا که انسان هرگز قادر نیست با توانایی خودش مطابق استاندارد خدا خوب زندگی کند مردم اسیر خواسته ها و تمایلات نفسانی خود هستند که در تضاد با خواسته های خداست ما به عنوان خلقتی تازه از طبیعتی تازه برخورداریم انسان درونی ما زنده شده و به شباهت عیسی دوباره خلق شده و صاحب توانایی های درونی است که او را قدرت می بخشد حقیقتا زندگی مقدس و خوبی داشته باشد ببینید پولس چه می پس این را می گویم و در خداوند تأکید می کنم که رفتار شما دیگر نباید همانند اقوام دور از خدا باشد که در بتالت ذهن خود رفتار می کنند. عقل آنها تاریک شده است و به علت جهالتی که نتیجه سخت است از حیات خدا به دور افتادند آنان چون هر حساسیتی را از دست دادند خیشتن را یک سره در هرزگی رها کردند چندان که هریسانه دست به هر ناپاکی میالایند افسوسیان 4 17 تا 19 بیمانان بنده ای امیال نفس خود می باشند روح یک بیمان مرده و فاقد حیات است او این قابلیت باطنی و درونی را ندارد تا از نظر خدا زندگی نیکویی داشته باشد این رفتار مسیحیان برایم گیج کننده است وقتی از دیدن رفتارهای بیمانان شوکه می شوند. انگار هنوز نفهمیدن که یک فرد تولد تازه نیافته کاری را انجام می دهد که مطابق طبیعتش عادی است. او مرتکب گناه می شود اگر از اراده قوی برخوردار باشد می تواند ظاهر خوبی به خود بگیرد و حتی فداکار به نظر برسد اما در این باره اشتباه نکنید چنین فردی هنوز هم اسیر طبیعت سقوط کردهش می باشد پولس ادامه می دهد و خصوصیات متمایز یک ایماندار واقعی را نشان می دهد چه بیگمان در باره او شنیدید و مطابق آن حقیقت که در ایساس تعلیم یافتید شما آموختید که باید به لحاظ شیوه زندگی پیشین خود آن انسان قدیم را که تحت تأثیر امیال فریبنده دستخوش فساد بود از تن به درآورید. باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را دربر کنید که آفریده شده تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا باشد افسوسیان چهار بیست و برخلاف شخص نجات نیافته به یک ایماندار طبیعتی درونی عطا شده به ما فرمان داده شده که خود را تسلیم این طبیعت سازیم و زندگی مقدسی داشته باشیم. مسیحیان گزینه‌ای دارند که بی ایمانان از آن بی بحرند. یک مسیحی می تواند خود را تسلیم طبیعت نیرومند خلقت تازه سازد و یا همچنان سرسپرده هوس نفس خیش باقی بماند. تصمیم با خود ماست. جایگاه در مقابل رفتار در این نقطه حساس لازم است موضوعی را روشن سازم تقدس دو جنبه مهم دارد و عهد جدید از هر دو صحبت می کند سردرگمی همیشه نتیجه کاسه کردن این دو با هم است نخستین جنبه در بردارنده مفهوم جایگاه ما در مسیح است پولس می نویسد زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی باشیم افسوسیان یک این تقدس نتیجه کاری است که عیسی برای ما انجام داده و از جایگاه ما در مسیح صحبت می کند ما هرگز با اعمال و رفتارمان قادر نیستیم این جایگاه را به دست آوریم این جایگاه هدیه خدا به ماست زمانی که لیزا همسرم شد این چیزی نبود که او به دست آورده باشد بلکه جایگاهی بود که به خاطر اینکه قلبم را به او دادم به دست آورد او نیز همین جایگاه را در عهدمان به من بخشید همین و بس دومین جنبه تقدس رفتار و سلوک است که نتیجه داشتن جایگاه است به مثل که لیزا همسرم شد رفتار او باستاب وفاداری او به من است او دیگر به دنبال وقت گذرانی و رابطه با مردان دیگر نیست اعمال او متناظر با رابطه محکم و تزلزل ناپذیر او به عنوان همسر من است و طبیعتا من هم به عنوان شوهر همین کار را می کنم. این جنب از رابطه ما با خدا چیزی است که من در این فست بدان پرداختم پتروس بر این موضوع تاکید کرده و میگوید چون فرزندانی متی دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد بلکه همچون آن قدوس که شما را فرا خوانده است شما نیز در همه رفتار خیش مقدس باشید چرا که نوشته شده مقدس باشید زیرا که من قدوسم اگر او را که بر عمل هر کس بی قرض داوری می کند پدر می خانید پس دوران قربت خیش را با ترس بگذرانید واضح است که پتروس از فرزندان خدا صحبت می کند نگم شدگان او می گوید که خدا ما را بر اساس کاری که کرده ایم داوری کرده یا پاداش می دهد و این اشاره به اعمال ما دارد نه جایگاه ما در مسیح خون مسیح گناهان ما را کاملا شسته است اما یک داوری قطعی وجود دارد که برای فرزندان خداست و بر اساس آن چیزی است که انجام دادند پولس به این نکته در دوم قرنتیان 5.9 تا 11 سه میگذارد زندگی در نائتاعتی موضوع کوچک و کم اهمیتی نیست اگر حقیقتا متعلق به او هستیم باید با تمام وجود به دنبال آن باشیم که مبادا به واسطه گناه قلب او را بشکنیم پتروس هم مانند یعقوب و پولس تاکید می کند که روش های کهنه زندگی تحت کنترل امیال خودخواهانه ما هستند و هشدار میدهد که در هر کاری که می کنیم مقدس باشیم. اجازه دهید دوباره تاکید کنم که موضوع صحبت پتروس رفتار و روش زندگی ماست نه جایگاه ما در مسیح در همین متن در ترجمه دیگری چنین آمده در همه رفتار و شیوه های زندگی مقدس باشید. هیچ حد وسطی وجود ندارد که بخواهد باعث سردرگمی ما در درک گفته پتروس شود. کاملا واضح است که او به چه چیزی اشاره دارد؟ پتروس نیز همسو با پولس به سراحت اعلام می کند که اگر به واسطه فیض نجات یافته ایم بر اساس هدیه طبیعت تازه این قابلیت را داریم تا به شیوهی متفاوت از دنیا زندگی کنیم و زندگی مقدسی داشته باشیم ابرانیان دوازده چارده را به یاد می آورید در آنجا به ما فرمان می دهد تا به دنبال تقدس باشیم اخیرا پیغامی را از چارلز اسپورجن در ارتباط با این آیات پیدا کردم که توجه هم را به خود جلب کرد او توضیح می دهد که تلاشی بیهوده از جانب آنتی نومین ها برای خلاصی از دست فرمان مقدس باشید وجود دارد که روح القدس می خواهد در اینجا آن را باز کنیم آنها گفتند که این اشاره به تقدس مسیح دارد آیا آنها نمیدانند وقتی چنین میگویند که البته تحریفی کاملا آشکار است چیزی را مطرح می کنند که تعلیمی نادرست و جلی است ما باید تقدس را دنبال نماییم و این به معنای مقدس بودن است نقطه مقابل ناپاکی همانطور که نوشته شده خدا ما را نه به ناپاکی بلکه به قدوسیت فراخوانده است این تقدس نوعی دیگر از تقدس است در واقع تقدسی عملی و حیاتی است که مورد نظر این هشدار جدی است این تطابق یافتن با اراده خداست و متی بودن نسبت به فرمان او واو واضح هست که کلیسا اولین بار نیست که تفسیر رو درکی ضعیف و سست از تقدس دارد چرا که این تعالیم را اسپورجن در دهه 1800 مطرح می کند. اما وقتی درک ما مبتنی بر حقایق کتاب مقدس باشد می ببینیم که تقدس هم به جایگاهمان در مسیر رب دارد و هم به چگونگی زندگی ما برای او نکته مهم در اینجا این است که نه جایگاه ما در مسیح و نه سلوک و رفتار به آنچه که توانایی و شایستگی ما کسب کرده یا ایجاد می کنیم، ربطی ندارد اما در ارتباط با روش و سبک زندگیمان باید با طبیعت جدیدمان همکاری کرده خود را تسلیم آن نماییم تا رفتار و اعمالی نیک داشته باشیم تعریف دیگر تقدس همانطور که تا اینجا دیدیم تقدس صرفا به جایگاهی که در عیسی داریم خلاصه نمی شود بلکه در این حال صحبت از اعمالی نیز هست که از نظر اخلاقی مورد پذیرش خدا می باشد این مورد اخیر ما را به تعریفی دیگر از تقدس می رساند واژه یونانی هجیوس به عنوان رفتار، پاک، بیگنا، شرافتمندانه نیز تعریف می شود. این معنای اخیر مردم را به وحشت می اندازد، اما نباید اینطور باشد. می توانم منظورم را با روایت داستانی ناراحت کننده که در دوران کودکی هم اتفاق افتاد توضیح دهم. من در خانواده هم تنها پسر بین شش فرزند خانواده بودم بنابراین کار من کارهای خارج از منزل بود مانند شستن ماشین، زدن چمنها، جمع کردن برکا، پارو کردن برف و کارهای از این دست از آنجایی که من و دوستانم طرفدار ورزش بودیم روش معمول من تمام کردن هل هلکی کارها و رسیدن به بازیهای ورزشی بود فصل بهار بود و چمنها بعد از زمستانی طولانی دوباره بلند شده بودند من و دوستانم برای بعد از مدرسه مسابقه فوتبالی را ترتیب داده بودیم. من فقط می توانستم چمنها را تا مدتی به حال خود رها کنم، اما حال آنها خیلی بلند شده بودند. پدرم شب قبل تاکید کرده بود که پیش از بازی با دوستانم باید چمنها را بزنم و این کار باید پیش از برگشت او از سر کار به خانه انجام می شد. از مدرسه با عجله به خانه آمدم. لباسهایم را عوض کردم و چمنزن را برای اولین بار از پاییز به این طرف از گاراژ بیرون آوردم. میدانستم که باید به سرعت کارها را انجام دهم چون دوستانم به زودی برای بازی آماده می شدند. استارت ماشین چمنزدین را چند بار زدم اما موتور آن روشن نشد. دکمه ساسات را چندین بار کشیدم تا سوخت اضافی به کاربراتور برسد. ریسمان استارت را بارها بارها کشیدم اما نتیجه همان بود و هیچ اتفاقی نیفتاد با خودم فکر کردم شاید کاربراتور پر از سوخ شده و لازم از چند دقیقه صبر کنم تا تخلیه شود کمی صبر کردم و در همین حین روغن را هم چک کردم سپس همه دکمه ها را بار دیگر بررسی کردم تا مطمئن شوم همه چیز در موقعیت استارت قرار دارد همه چیز به نظر خوب می رسید. فقط کافی بود چند دقیقه دیگر صبر کنم. این کار را کردم و دوباره سعی کردم. اما باز هم موتور به کار نیفتاد. دیگر حسابی مستاصل شده بودم بنابراین شم را چک کردم که اگر کثیف هستند تمیزشان کنم اما به نظر خوب و مرتب بودند با خودم فکر کردم پس مشکل از کجاست لحظه به لحظه بیشتر ناامید می شدم اگر ماشین چمنزن روشن نمی شد نمی توانستم چمنها را کوتاه کنم نمی توانستم پدرم را راضی کنم و نمی توانستم برای بازی با دوستانم بروم با خودم فکر کردم چه کار می توانم بکنم اگر چمنزن را به تعمیرگاه ببرم تا تعمیرش کنند هوا دیگر تاریک شده و بازی را از دست می دهم شاید بتوانم یک چمنزن دیگر بیاورم اما این هم زمان زیادی می برد ما یک جفت قیچی باغبانی داشتیم اما اگر می خواستم تمام چمنها را بزنم تا شب طول می و در ذهن نمی توانستم همه چمنها را به یک اندازه کوتاه کنم باغچه ظاهری وحشتناک پیدا می کرد پس این هم ایده غیر ممکن بود از دست این وسیله قرازه عصبانی شده بودم با خودم گفتم این وسیله داره تمام تفریح منو خراب میکنه چمنزم مشکل داشت و من این را میدانستم با یک شرط غیر ممکن روبرو شده بودم هیچ راهی وجود نداشت تا بتوانم چمنها را کوتاه کرده و به بازی با دوستانم برسم سپس یکی از بچه‌ها که قرار بود با هم به بازی برویم دنبالم آمد و گفت جان آماده ای؟ گفتم نه پدرم گفته باید چمنها رو پیش از رفتن به بازی کوتاه کنم و متاسفانه ماشین چمنزنی روشن نمیشه وقتی هم ندارم که تعمیرش کنم یا یه چمنزن دیگه قرض بگیرم یا چمنها را با دقت کوتاه کنم پس امروز نمیتونم برای بازی بیام دوستم که اندکی باهوشتر از من بود گفت بگذار نگاهی به ماشین بیاندازم مسلسل پاسخ دادم حتما برو ببین اولین کاری که او کرد باز کردن در ظرف سوخ بود داخلش را نگاه کرد و شروع کرد به خندیدن و گفت این مشکل توست رفیق هیچ گازویلی توی باک نداری دست و شرمنده شدم هرچند خیالم از طرفی راحت شده بود با خودم گفتم پسر چقدر کودنی این اولین چیزی بود که باید چک می کردی فورا باک را پر کردم و ماشین چمنزن بلا فاصله روشن شد فورا چمنها را زدم و خودم را به بازی رساندم حالا شاید بگویید این چه ارتباطی با تقدس دارد وقتی واجه های پاک بیگناه معصوم نجیب درست کار را به عنوان تعریف تقدس میبینیم ناامید شده و فکر میکنیم این کار ممکن نیست علت این است که ما تصور میکنیم قرار است با قدرت خودمان این کار را انجام دهیم درست شبیه کوتاه کردن تمام علف ها و چمن های حیات با قیچی تا به موقع به بازی برسیم که طبیعتا امری غیر است هنوز نصف حیات را هم تمام نکردید که هوا تاریک می شود. اما ما طبیعت تازه ای داریم که قابل قیاس با داشتن ماشین چمنزنی نیست. اما بدون سوخت وضعیت ما به همان بدی نداشتن ماشین چمنزنی است. ما به سوخت نیاز داریم تا ماشین چمنزنی را روشن کنیم. در فصل بعد به این موضوع خواهیم پرداخت که سوخت طبیعت تازه ما چیست؟ و چه چیز به ما قدرت می بخشد تا در حضور خدا پاک و مقدس زندگی کنیم؟